رشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ماست. خیلی خوش آمدید خانم پزشک. اظهارات اخیر مسئولان جمهوری اسلامی در خصوص توانایی ساخت بمب اتمی به نظر شما پیام تازه‌ای به غرب داره؟ حقیقتش بخوام به نظر میرسه که دارن تلاش میکنن که تاکید بکنن که احتمالاً دارن این اهرم ها رو بیشتر و بیشتر میخوان استفاده بکنن و حاضر نیستن که پای پس بکشن و با توجه به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر که خیلی عمومی در مورد اینکه اگر بخواهند رو اگر که لازم باشه میتونن برای سراغ بمب هسته‌ای، عملا میخوان فشار بذارن روی اروپایی ها که بلکه اروپا و آمریکا، خصوصا آمریکا که امتیازات بیشتری بگیرن. ولی این حالا نباید فراموش بکنیم که به نظر میاد در یکی دو سال اخیر به طور خاص یه بخش هایی در جمهوری اسلامی و یک بخش هایی از هواداران جمهوری اسلامی که قبلا فقط در حاشیه ها صداشون رو میشنیدیم در مورد دستیابی و رفتن به دنبال سلاح خیلی عمومی صحبت میکنن و در مقابل در خاطرش دارن سعی میکنن لابیگری بکنن که مقامات جمهوری اسلامی رو راضی بکنن و با توجه به وسعت و توسعه برنامه هسته‌ای قاعدتا پشت پرده و پشت پس ذهن یک سری از مقامات این هست که شاید لازم باشه که تنش ها حتی تا سطحی بالا بره که نیاز به این باشه که برای بازدارندگی و ایجاد یک ثبات به دنبال این گزینه برن، فارغ از اینکه چقدر همچین مسیری در عمل به نفع باشه یا نباشه. این دید به نظر میاد در برخی از افرادی که در حکومت هستن و هوادارانشون داره پا میگیره. به همین دلیل حداقل نتیجه که میشه از این صحبت‌ها گرفت این هستش که دارن به غربی‌ها و خصوصا آمریکا یادآوری می‌کنند که این داستان از این هم میتونه پرتنش‌تر بشه تا شاید بتونن اون امتیازاتی که میخوان رو بگیرند. خانم پزشک، فرمانده کل ستاد ارتش اسرائیل گفته اسرائیل سطح توانمندی ارتش رو برای کنترل فعالیت هسته ایران با جنگ بالا میبره. آیا به نظر شما این به معنی یه هشدار یا اعلام جنگه؟ ببینید، بین ایران و اسرائیل واقعیتش اینه که یک جنگی در سایه داره صورت میگیره، حالا چه در سوریه باشه، در عراق باشه، در تهران باشه، و اونقدر هم به نظر نمیاد که فعلا حداقل تهران بتونه تلافی بکنه یا حداقل رسانه‌ای بکنه اون تلافی هایی که شاید کرده باشن. به همین دلیل اون جنگه در جریان هست، منتها توان طرفین تا حدی هستش و از نظر نظامی و قابلیت های نظامی تا جایی که ما امروز میدونیم اینه که اسرائیل به تنهایی نمیتونه حمله نظامی گسترده‌ای به ایران داشته باشه غیر از حملات سایبری و از این قبیل. اون نوع عملیات نظامی که مد نظر اسرائیل هست فعلا میگم به نظر نمیاد که مقدور باشه براشون، ولی حتما هشدار و در عمل هم میبینیم که داره صورت میگیره و این جنگه درسته که تمام قد و تمام عیار نیست، ولی واقعا در پس پرده و در سایه در جریانه.